هموطنان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در قدم اول از همبستگیتان و همکاریتان تشکر و سپاسگزاری میکنم. از همه عزیزان ما که چی در داخل کشور و چی در خارج از افغانستان اعلان همکاری و اعلان همدردی نمودن با هموطنان عزیزشان که در زلزله اخیر در ولایت هرات متضرر شدند. متاسفانه فاجعه خیلی اسفبار هست. طوری که شما از طریق اعلانیه‌ها، نشریه‌ها، رسانه‌ها می‌بینید، تعداد شهدا بالاتر از 2000 نفر رفته است و تعداد مجروحین بی‌اندازه زیاد است. خواستم از همه هموطنان عزیز ما این است: اونهایی که قدرت و توانایی مالی دارن با مالشان، اونهایی که قدرت و توانایی دارن که خون با مجروحان اهدا کنن، در شفاخانه حاضر شده با مجروحین این حادثه خون اهدا کنن یا همکاری کنن، و هر کسی با هر چیزی که در تواناییش است، اگر دوا در توانتان است، اگر قدرت مالی دارید، اگر قدرت جانی دارید، در خود صحنه حاضر شوید و برای هموطنان عزیزتان تا جایی که امکان پذیر است همکاری نمایید. از اونجایی که متاسفانه در کشور ما و شما مشکلات گوناگونی وجود دارد، اما آنچه که مسئولیت همه ما و شماست در لحظه حساس، ایستادگی در کنار هموطنان متضرر ما هست و به خصوص عزیزانی که تعداد از اعضای خانواده ایشان را در این حادثه از دست دادن و تعداد مجروحان در بستر افتادن. بنان بار دیگر خواستیم از همه عزیزان است که تا جایی که امکان داره و هر کدام ما و شما نظر به امکاناتی که داریم، باید تلاش بکنیم تا باشد که بتوانیم گوشه ای از این درد و غم و رنج هموطنان خود را درمان بنماییم. و بار دیگر از همه عزیزان تشکر و سپاسگزاری میکنم و از عزیزایی که از صفات مجازی و رسانه استفاده میکنن به قضیه تحت پوشش قرار دادن، و از اتیبای عزیز ما که در صحنه حاضر شدند و تداوی مجروحان مصروف هستند، و از همه هموطنان عزیز ما و از همه اساتید گرامی و از همه علمای عزیز و از همه دعوتگران ما تشکر و سپاسگزاری میکنم که در این عرصه هر کدامشان چیزی که در توانایی داشتند دریغ نورزیدند. الله تبارک و تعالی برای مجروحین این حادثه شفای عاجل و روی شهدا رشاد داشته باشه و برای بازماندگانشان صبر جمیل عنایت بفرماید. موفق و معید باشین. السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.